خدا. سلام، امیرعلی نبویان هستم در شبکه نسیم. اینجا خندوانه است. و این بند بندگی و این بار فقر و جهل به سر تا سر جهان به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد، بهاران خجسته باد. سلام. 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 شب شب مهمی ها، این ریختی اصلا با تو کنار نمیره. عرض ادب و احترام. در شب دوم از مرحله یک چهارم نهایی خنداننده شوی سه هستیم. چه استودیوی باصفایی، چه هیئت داورانی. در شبی که امشب که داریم ضبط میکنیم رسما جشنواره فیلم فجر هم شروع به کار کرده، مهمترین جشن سینمایی سال در ایران. از همینجا خدمت همه برگزار کنندگان، اهالی سینما، طرفدارای سینما تبریک میگم. امیدوارم که جشنواره خیلی خوبی بشه، پر از فیلم‌های ماندگار و باحال، و برای همه رفقا و همکارام آرزو موفقیت میکنم. امیدوارم که به آنچه که حقشونه در این جشنواره برسن. به همین مناسبت تصمیم دارم که با اسم چند تا فیلم آشنا هیئت محترم داوران رو خدمتتون معرفی کنم، گرچه احتیاج معرفی ندارم. یه حبه قند، حسن مجنون. یه بازیگر فوتبال که یه زمانی قلب هواداران فوتبال رو تسخیر کرده بود، ناگهان تصمیم گرفت ستاره سینما بشه و شد. به همین سادگی پژمان جمشید. بمیرم برات. دمت گرم. ضد گلوله. رامبد جوان. و من شبی که ماه کامل شد. شوخی کردم. من اجاره نشین ها، من آقای حالو، من کفشای میرزا نوروز، هر چی شما بگید. اختیار دارید آقا عزیزم. شبی که ماه کامل شد درسته. پژمان امسال دو تا فیلم تو جشنواره داره. به به. چیه؟ هر دوش هم بسیار فیلمای خوبی شدن. من از هر کسی شنیدم میگن احتمال زیاد پژمان امسال. آی وای نه. حالا از این چیزا حرفای چیزی نیست، ولی واقعا امسال پژمان ان شاء الله هر کی حقشه که میشه هیچ ان شاء الله میگیره. ان شاء الله هر کی حقشه بگیره. پژمان جمشیدی ما حتی اگه حقش نبودم بگیره ان شاء الله. نه حقشه. که حتما حقشه. حقشه. که حتما حقشه. پژمان الافزار و الافزار و بیمادر. بیمادر. بیمادر نقش مکمل، الافزار نقش اصلی. بله. پژمان جمشیدی درخشانه. قربونت برم. دوست عزیز منه و اصلا نمیدونم چرا کیف میده باش شوخی کنی. کیف میده باش شوخی کنی. آره واقعا. عرض کنم خدمتتون که میدونید امشب چهار اجرا داریم، مثل شب گذشته که چهار تا اجرا داشتیم. در شب گذشته هیئت داوران اجرایی رو به طور مستقیم به دوره بعد نفرستاد و در بیانیه‌اش اعلام کرد که ممکنه هر دو نفر رو امشب از جمع این چهار نفر به دوره بعد بفرسته و این یه انگیزه خیلی بالاییه برای شرکت کننده های امشب. و یه سوال هم از هیئت داوران دارم. اومدیم و امشب یه اجرا مثلا به نظرتون رفت دوره بعد، ممکنه که برگردیم به اجرای شب قبل و یه دونه از دیشبی‌ها رو بفرستیم یا نه؟ فکر نه دیگه، رأی دیشب ثبت شد تموم. یعنی یا 6 نفر میرن به آرای مردمی یا 7 نفر. بله. یا 8 نفر.
یا هشت نفر. داستان از این قراره که از مجموع 8 نفر یک یا دو نفر رو هیئت داوران یا هیچ نفر رو میفرستن به دور بعد، هر چی که باقیمون میره به رأی مردمی و در نهایت دور بعدی یعنی نیمه نهایی خنداننده شایسته با 4 شرکت کننده برگزار خواهد شد. هنوز هیچ کدوممون نمیدونیم که چند نفر به رأی مردمی میرن، بنابراین توضیحی هم در موردش نمیدیم. من چی میگم دو روزه اومدم یا 6 نفر میره یا آبه به تو چه اختیار داری بابا دو روزه اومدی خودم خندم گرفت یا 6 نفر یا 7 نفر یا 8 نفر یا هیچ کدوم یا هیچ کدوم. و اما 4 شرکت کننده امشب کیا هستن؟ محمد حاجی زاده، محمد حسین توسلی، علی غریب و و هر کی بگه جایزه نیما سهرامی. نیما سهرامی میریم برای قرعه کشی. اولین اجرا از بین این 4 نفر، امیدواریم شب درجه 1 و درخشان و به یاد ماندنی بشه. چه فرقی میکنه اجرای اول؟ چه شبی بشه امشب؟ محمد حاجی زاده. خنداننده شوسته، خنده گرفتی درسته، خنداننده شوسته، گرم شدی درد تو برسه، خنداننده شوسته، خنده گرفتی درسته، خنداننده شوسته، گرم شدی درد تو برسه. درجه یک و درخشان و به یاد ماندنی بشه. اجرای اول چه شبی بشه امشب؟ محمد حاجی زاده. همه با هم خوب باشیم، دلیلم یه چیزه، این که اگه همه خوب باشیم حال مردم خوب با آبرو، فقط با آبرو. چی شده اسمه؟ سر چی زده اینه؟ سر چی شده؟ روند جدیده، آقا مخلصی اما هنگ دیگه، ببین سالون بالاست، انرژی ها خوب، فقط منتظر تو هم دیگه شد. آفوتی شما رو یعنی همجوری خالی میبینم انرژی میگیرم. خالی یعنی همجوری بدین که صحبت کنی. آها. ببینین که راهنمایی کنی اصلا. فقط بیای پیش ما وایس. عزیزم. امیدوارم با آبرو باشیم، خودمون، آبرو همه حفظ شه. بچهای دیگه همه توکل به خدا. بعدش میبینمت. ان شاء الله. کشاورز خاصیه، البته نه تو کشاورزی، تو وضع قوانین. روز اول که رفتم سر زمین کمکش کنم بهم گفت اگه میخوای مثل من کشاورز خاصیشی من چند تا قانون دارم باید رعایت کنی. قانون اول، هرچی من گفتم بگی چشم. گفت چرا نمیگی چشم؟ گفتم هنوز چیزی نگفتی. گفت پس قانون دوم، بیلی که دسته اسلحته، اسلحه آدم هم ناموسشه. گفت قانون سوم، گاو مزرعه از پسر آدم با آدم نزدیکتره. قانون چهارم، هرچی ما میکاریم تو باید اول بخوری تست کنی، ما جنس بد دست مشتری نمیدیم. گفتم باشه اینو هستم، خیلی هم خوبه. گفتم فقط چی داریم میکاریم؟ گفت یونجه. از خونه ما تا سر زمینمون 10 کیلومتر راهه. پدر من همیشه آخر می اومد، منم کنارش پیاده. بعد خسته می شدم گفتم بابا نمیشه منم بشینم کنارتون؟ گفت قانون پنجم، خر خودم نمیدم. پ-
پدر من انقدر عاشق کشاورزی بود اگه ما یه شغل دیگه هم انتخاب میکردیم نمیذاش، یا یه کاری میکرد میپیچون شغله رو تهش باز میرسون به کشاورزی. مثلا من یه بار رفتم گفتم بابا من میخوام آرایشگر شم، گفت چقدرم خوب، عالی، بهت هم میاد، آرایشگر محمد حاجی زاده. دست کرد جیبش قیچی در آورد گفت بفرما. گفتم موهای تو رو بزنم؟ گفت نه بیا. منو برد گفت کاکولای بلالا رو کوتاه کن. رفتم کاکولای بلالا رو میگرفتم میگفت بغلا رو کم بزن، چتری بزن، اینا چتری بهشون. گفتم اصلا میخوای گارچی بزنم؟ گفت نه گارچی به اونا نمیاد. رفتم یه بار دیگه گفتم آقا میخوام دندون پزشک شم، گفت چقدرم خوب، عالی. دست کرد جیبش انبر رو در آورد گفت برو از گاومون شروع کن، دو تا دندون تهش رو بکش این وریا رو پر کن، جلو رو هم براش لامینت کن. گفتم گیری کردیم. گفتم آقا اصلا من میخوام خواننده شم، الان میخوای چیکار کنی؟ گفت خیلی هم خوبه، بیا وایس رو برای بلالا بخون، برای رشدشون هم خوبه. گفتم چش. رفتم وایسادم بلالم بنیم بلالم بنیم. گفت نخون، غمگین میخونی، بلالا پژمرده شدن، شاد بخون. گفتم بابا چش، یه دونه بلال، دو دونه بلال، سه دونه بلال، چهار دونه بلال، پنج. آقا من میخوندم بلالا این موهاشون رو تکون میدادن، داغ شده بودن، مزرعه پر پفوفیل شد. یعنی دیگه همه چی. گفتم آقا من جام اینجا نیست، میخوام بازیگر شم. گفت چی از این بهتر، بیا بریم وسط باغ. گفتم وسط باغ چی کاریم؟ گفت بیا. رفتیم اونجا یه سویشرت کرد تنم، گفت دستاتو باز کن مترسک. گفتم بابا. گفت مترسک شو بهت هم میاد، برو تو نقشت. آقا من این سویشرتو کلاشم مینداختم، اخمامم میریختم، جوری که کلاغا جرأت نمیکردن بیان سر زمینمون. ببخشید من اینو بردارم. جوری که نه تنها کلاغا نمیومدن سر زمینمون، لاشخورا منطقه بالای مزرعه ما رو پرواز ممنوع اعلام کرده بودن. خود بابام هم میترسید بیاد تو باغ، میگفت بگید محمد بیاد بیرون بعد من میرم. باغمون هم کود میخواست، یه گله گوسفند آورد تو باغ ول کرد. این گوسفندا تا منو دیدن از ترس کودیدن، کوبیدن، دویدن. یه عمو دارم خیلی بیشتر از بابام به کشاورزی علاقه داره، انقدر کشاورزی رو دوست داره اسم بچه‌هاشو گذاشته کاش داش برداشت. یه بار عموم با یکی قرار داشت، طرف عمومو کاشت، عموم هرچی زنگ زد یارو بر نداشت، اومد خونه چشش افتاد به بچه‌هاش، کاش داش برداشت، یه جای سالم تو اینا نذاشت. خیلی ممنون. بعد عموم داشت مو میکاش، دکتر از کارتش پول زیاد برداشت، این سری اومد خونه چشش افتاد فقط به برداشت، یه کاری کرد اون بنده خدا قدم از قدم بر نداشت. آقا عموم با پدرم سر زمین کشاورزی یه جور مخصوص صحبت میکنن، یعنی خانواده ما کلن همینجوری صحبت میکنیم، این مختص خانواده ماست. عموم از سر زمین میگفت بعد بابام میگفت محمد یه دو خوش انگور، یه کف دست نون، یه قالب پنیر، چای بذار و سینی ببر برای عمود. بعد عموم میگفت بعد بابام میگفت قندم ببر. این صحبت کردن تو خونه ما هم بود، یعنی بابام به مامانم بعضی مامانم گفت منزلو، مامانم گفت ای واجی زده. بعد گفت چی اسمه، چی گفتم؟ چیزی نگفتم که. گفتم همسر مهربان عزیزم، از اینکه سالیان سال دوشا دوش من در زندگی با سختی و خوشی ساختی ازت ممنونم. گفتم باشه دمت گرم، من حالا که اینجوری شد میرم زبون مخصوص خودمونو یاد میگیرم، اینجوری کم نیارم بفهمم چی میگن. آقا رفتم تو بیابون داشتم تمرین میکردم، یه دفعه دیدم صدام داره میاد، فکر کردم صدام میخوره به کوه برگشت داره، نگاه کردم اینور یه سگه اندازه خرس. گفت گفتم نه آقا، دویدم سگ افتاد دنبالم. یادم اومد اگه به سگ بگی چخه میره، برگشتم گفتم چخه، گفت چخه. آقا سرعتش بیشتر شد،
یادم افتاد بهم گفتم بری بالای درخت دیگه سگ نمیتونه بیاد. دویدم دو ساعت دنبال یه درخت پیدا کردم، گشتم پیدا کردم، وایسادم کنار درخت، دیدم اونی که نمیتونه بالای درخت بره منم نه سگه. یه باغه بود، دیواره یه متری داشت، گفتم بذار بپرم تو باغ، گرفتم دیواره رو پریدم اونور آویزون شدم، دیدم سگه اومد زیرم، اینور 8 متره اونور 1 متره، چجوری؟ سگه دهنشو باز کردم برای خودمی بپر، گفتم باشه میپرم، فقط بغلت یه شاخه است، برو اونورتر من اشتباه نپرم. یه تایمی سموم کشاورزی گرون شد، بابام دیگه خودش تنهایی شخصا میرفت با آفات مقابله میکرد، یعنی ملخا که میخواستن اینجوری بپرن بیان تو باغ، بابام همینو دفاع روی تور میکرد. آفات یه تایمی زیاد شد، بابام دیگه تنهایی نتونست، یعنی دیگه نمیتونست از پس همه آفات بر بیاد. یه روز عصبانی ناراحت پریشون اومد خونه، گفت آفت. گفتم درخت ها؟ گفت ملخ ها ضرر زد. گفتم غلط کرد، محصول رو هدر کرد. مامانم اومد گفت حاجی زاده دیگه محصول برامون میمونه؟ بابا گفت نه والا نه بلا. اون سال واقعا ما محصولی هم نداشتیم. یه دست به افتخار خودتون بزنید. بله. بعد به خاطر همین بابام دیگه کشاورزی کمرنگ کرد، بیشتر متمرکز شد رو دامداری. یه روز اومد خونه بهم گفتش که پسرم یادته میگفتی همبازی میخوای؟ گفتم آره خیره. گفت خیره، گاومون زایید. گفتم بابا خدا بد نده، چی شده بگو من کمک کنم. گفت میگم گاومون زایید دیگه، برات همبازی اومده. گفتم بابا من آدمم، اون گاوه. گفت دیگه نگی جلوشا، ناراحت میشه. یعنی چی؟ الانم حالش بده، بردو بر یه چرخ بزن بیار حالش خوب شه. گفتم باشه، گاوه رو بردم چرخوندم آوردم. بابام ناراحت اومد گفت اینو چجوری چیکار کردی؟ کجا بردی؟ گفتم چی شده؟ گفتم با کجا بردی اینو چرخوندی؟ گفتم با تراکتور. گفت همون دیگه، با تراکتور بردی، اینقدر تکون خورده به جای شیر داره دوغ میده، گوسالش خورده، فشارش افتاده خوابیده، برو یه خورده بزن پشتش، بزن آروغ بزن حالش خوب شه. گفتم باشه. فردا هم گفت جای همین خودت میری باقا شخ میزنی. گفتم چش. فرداش اینقدر خوب شخ میزدم منو اجاره میداد به همسایه های دیگه. یه روز خسته بودم اومدم خونه، دیدم گاوه جایی من خوابیده، اومدم بیدارش کنم. بابام گفت نکن، بد خواب میشه. گفتم بابا جایی من خوابیده. گفت خب باشه، تو هم برو جایی اون بخواب. گفتم بابا، گفتم چشمت صورت شو آورد بابام. گفتم باشه. یه دفعه رفت گاوه رو بوس کرد، پتو رو کشید. گفتم ای بابا گیری کردیم. اینقدر بابام این گاوه رو پر رو کرده بود، بهش رسیده بود، گاوه مغرور شده بود دیگه، به جای این که بگه ما، میگفت من. بابام خیلی دوست داشت تو زمینه پیوند یه کار خارق‌العاده‌ای کنه، همیشه به این فکر میکرد چطوری میتونه گاومونو با موز پیوند بزنه شیرموز بگیره. یه بارم داشت به این فکر میکرد خرمونو با بوز پیوند بزنه خربوزه بگیره. یه روز داشت به من نگاه میکرد، گفتم چیه بابا میخوای منم پیوند بزنی؟ گفت دارم به این فکر میکنم اگه تو رو با سیب پیوند بزنم گلابی خوبی میتونم بگیرم. اینقدر به پیوند فکر، یه دفتر پیوند زد. گفتم با دمت گرم، ما رو نذاشتی شغل عوض کنی ولی خود شغل عوض کردی. گفت قانون 6 خفه شو. یه دست به افتخار خودتون بزنید. محمد حاجی زاده. هیئت محترم داوران، آقای مجنون،
استرا هم نمیدونم الا خیلی خانمها که سربازی نرفتن ولی یه چیزی دارن تو سربازی سه تا گلوله میدن به عنوان قلقگیری که با اون سه تا امتحان میکنی که بتونی دقیقاً تو اون بعدیا بزنی به هدف. الان این سومین اجرای شماست و واقعاً یه ذره نگران کننده است که هدف رو نمیدونم چتون هستن مجموعاً دارم میگم پیدا نمی کنین هدف رو. شما اجرای اولتون خوب بود، اتفاقاً داشتین تو اجرای دوم داشتین قشنگ رشدم میکردین، الان به نظرم یه عقبگرده و همه جوره ها. خودتون که آدم بامزه هستین ولی متن لطوپاره یه ذره، قواعدش منطقاش با منطقای مختلف یا با زبان بازی میکنی هی تغییر میدی، میدونی مخاطب این دو جنس یکی نیست، یا به اون میخندن یا به این میخندن، یه ذره آشفته است. نمیدونم واقعا چتونه، فقط امیدوارم که اتفاق خوبی بیفته. امیدوارم که آقای مجروری به اعصابش مسلط باشن، اتفاق بدی اینجا نیفته. نه مسلط نمیم. رام بود چکری محمد جون، خدا قوت. عرض کنم که شبیه شب اول شد که خودت همون بالا داشتی اذیت میشدی و ما همش دلواپس تو بودیم، هی میگفتیم خدای تو چرا انقدر داری اذیت میشی. از دست در رفته بود، یعنی قطعا اجرای شب دومت یه اجرای ترتمیز پر از لذت از جانب خودت، از جانب ما، یعنی فضای کاملا مفرح دوست داشتنی پر فراز و نشیبی که طراحی شده بود و انجام هم میدادی و همه چی هم مرتب بود. شب اول یادته چه اتفاقی افتاد؟ امشب هم این همون شد، یعنی تو اون بالا انگار نمیدونستی الان چی رو باید ادامه بدی، انگار که هی میگفتی بعد متوجه میشدی یه چیزایی رو انگار جا انداختی، یه چیزایی از دستت رفته، کلماتت غلط غلوط میشد. مثلا به عنوان مثال پدر یه صوتی گفت منزلو، حالا یه هم چیزی واژه الان یادم نیست، بعد مادر گفت یعنی چی، پدر گفت مگه چی گفتم، من گفتم فلان فلان فلان، بعد تو جواب بابا رو دادی، قرقاتی شده بود، یعنی یه مکالمه بین پدر و مادر شد، بعد تو انگار مخاطبش بودی، در صورتی که پدر به مادر گفته بود، مادر معترض شده بود، پدر داشت جواب مادر میداد، بعد تو رفتی اون لا. از این دست آشفتگی که نمیفهمیدیم الان طبق چه قاعده ما باید گوش بکنیم زیاد داشت میافتاد. واقعیتش اینه که برای من از اونجایی که شروع کردی به قافیه ساختن، از اونجا برای من دیگه زور اجرا کم شد و انگار رفتی به یه چیزایی تکیه کردی، بعد به اشعار فولک یا اشعار مردمی موسیقیمون که نمیدونم چقدر بامزه است یا چقدر قابل جذابیت داره، برای من نداشت. من همجوری داشتم گوش میکردم. واقعیتش اینه که سالون هم دوچار همین وضعیت شده، ولی خب تماشاچی همراهی میکردن باهات به هر حال، ولی به نظرم اجرای از دست رفته ای شد متاسفم. همه چیز رو گفتم دیگه، من چیزایی هم که یادداشت کرده بودم در راستای همین بود. متن خیلی نامنظم بود و پراکنده و من اصلا متوجه نمیشم چرا یک چیز بامزه ای شروع میکنن یهو میرن تو یک شاخه دیگه. دوباره هم برگشتی به پدر، اصلا داستان تو و پدر میتونست تا انتها یک استنداپ عالی باشه با قوانین مختلف. اصلا دیگه من نمیدونم چرا تو متن یهو بچه‌ها میبرن بچه‌ها رو یه جای دیگه دوباره برمیگردونن، ولی خودت خیلی شیرینی، میمیکات خیلی بامزه است، خیلی صدای بامزه. من ادای مادر رو در آوردی، من خیلی خندیدم و خودت انقدر بامزه ای، من مطمئنم که ممنونم. اگر اون اعتماد به نفس رو روی صحنه داشتی همچنان میتونی درخشان باشی. ممنونم، قربونت برم.
سلام. عزیز زده؟ بله. بگو ببینم. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. من خودم حال کردم. ولی خب این بچه‌ها این صدا خیلی زحمت کشیدن این نیفته. اونا مقصر نیستن. خودم مقصرم. این افتاد. دیگه میکروفونو برداشتم بعد یه لحظه به این فکر کردم ای وای من بازی با دوتا دست دارم. ایوه. یه خورده اونجا اومدم بیرون ولی باز ولی خوب برگزارش کردی. آره. یعنی اجرا نیفتاد. نه. راضی بودی؟ مردم خندیدن خیلی راضی هم. حالا داورا دیگه هر نظری نه داورا هم خوبه آقا نظرشون درسته نه ولی مردم خندیدن داورا سری اول نظرشون درست بود نظرشون برام درست بود بفهم آقا خسته نباشی خیلی زحمت کشید آقا فتوی میدونی خیلی بزرگی با این ماجرای تو داری نه اون بچه یا مقصر نیست خودم نه اصلا کلی خیلی تلاش کردم نه من اگه میگم کسی مقصره تو وقتی یه همچین اتفاقی میفته نباید تمرکزت انقدر بگیره آره میکروفونو برداشتم از این رفت به نظره؟ کامل احمد جان تمام شوخی ها و اینا رو همه رو از دست دادیم و اصلا چیزی که رامبوت گفت کاملا درست بود یعنی تمام شوخی ها اصلا اشتباه های کلامی به وجود اشتباه کلامی بعد... پیدا کردم یه جا بعد اصلا این میکروفون دستی کاملا تو رو از بین برد آقا یه اتفاقی میفته تو که تجربه شو داری تو که سابقه شو داری با تجربه دیگه مرحله سوم دیگه باید اصلا نباید اینقدر تو ذهنت بشی ممنون دقیقه 90 گفتن که میکروفون رو بگیرن افتاد بفهم ما بریم تو استودیو نگه میداریم دفتر چقدر عجیبه امشب اینجوری شروع شد چون ما چیز کرده بودیم گفتیم که وای امشب میاییم همه هم قوی کیف میکنیم امیدوارم حالا چیز بشه آره این مرحله ای نیستش که با این داشته بیام روی سحنه پژمان جمشیدی ولی خیلی حال کرده امشب با این اجرا اینقدر چرا آخه چرخید دوباره برگرد اینه که بچه ها قطعا خوب هم دیگه ولی فکر کنم به خاطر وقت کمه وقتی شما میبینی یک استنداپ کمدی یعنی یه خصوصیتی داره مثلا آقای عاجی‌زاده خصوصیتش در میمیک صورتشه مت باید در راستای به نظرم این تواناییش بره یعنی باید توانایی بچه ها رو پیدا کنم با توجه توانایی بچه ها من فکر کنم که مت ها پراکنده است یعنی میخوان اجرای آخر بتره کنن و به نظرم با سادگی میتونن بیشتر مخاطب رو جذب کنن حالا امیدواریم که سه نفر بعدی عالی باشه امیدواریم ما امیدواریم قربونت چی گفتی؟ من دارم میگم که قوری کشی چجوری قوری کشی کنیم بهتره آره ولی یه چیز بگم واقعا جدی ببین موضوع اینه وقتی که میکروفونش افتاد تمرکزش از دست رفت با میکروفون دستی صحبت کنه دیگه تمام اون جمله های وصل اون کوکایی که زده بود که اینا به هم دیگه دوخته بشه همش از دست رفت یعنی شما سر میچرخوندی میدید تو مزرعه سر میچرخوندی میدید با عموه داره یه چیزی میگه حالا اینا به این شاه حسینی بنده خدا چه ارتباطی داشتیم فکر می‌کردیم که به شاه حسینی که اصلا کلا همه چی رو کنسل کنه خب سه تا اجرای دیگه داریم بله بریم بچه‌ها آماده شین برای صف امید بس تا بله دوستا آماده شین برای صف یکی از اونایی که مدعی فتح این تورنمنته نیما سهرابی باشم سهرابی بکرم سیدیزگار مسیم نسابه نمان کیف بعدم واقعا الانم سالن خیلی خوش انرژی و باحال و
بعد خیلی هم عجله نداریم. آره ریلکس و میتره کنیم. مخلص همه خیلی زحمت کشید. سلام. خیلی خوشحالم که اینجا. عرض کنم که همونطور که در جریانید من تا مدت‌ها پهلوان محلمون بودم. به هم میگفتن ایوب خان و احترام خاصی برام قائل بودن. تا اینکه یه آقایی به اسم کمال آقا اسباب کشی کردن تو محله ما. یه آقای بسیار پرقدرت که یه کار خارق‌العاده انجام میداد. نوشابه شیشه‌ای رو با چشاش باز میکرد. اهل محل به وجد اومدن. دروغ چرا، من خودم هم خیلی حال کردم، دمش گرم. این حرکتش باعث شد که مردم برن سمت کمال آقا و کم کم منو داشتن فراموش میکردن. بنرهایی که خودشون برای من زده بودن خودشون همونا رو کشیدن پای، ازش استفاده های نابجا میکردن. یکی به عنوان زیرانداز ازش استفاده میکرد. این کله من که زوم بود رو بنر، زیر قابلمه بود. یکی به عنوان چادر ماشین استفاده میکرد، کله من زیر اگزوز بود. من حتی دیدم یکی به عنوان کهنه بچه ازش استفاده میکرد، کله من جایگاه مناسبی نداشت. کمال آقا خیلی آدم پرزوری بود. کمال آقا هرچی دعوا میشد کمال آقا رو میبردن. اینقدر اینو بردن دعوا که دیگه قرارهای دعواش پر شد، مجبور شد منشی بگیره که اینا رو هماهنگ کنه. آگاهی داد به یک منشی آقا ترجیحاً بددهن آشنا به الفاظ رکیک مسلط به زبان انگلیسی نیازمند. گفتم کمال آقا زبان دیگه چرا؟ خب شاید یکی زنگ زد فوش خارجی داد. این انقدر دعوا میکرد یه پاش کلانتری بود، یعنی انقدر رفته بود کلانتری ماشین پلیس میدید میگفت ای سرویس اومد، میرفت سوار سرویس. ولی در کل آدم با محبتی بود، برای همین همه دورش جمع می شدن و من رفته رفته تنها و تنها تر می شدم. هی با خودم می گفتم خدایا من یه روز پهلوان این محل بودم، چرا مردم منو فراموش کردن؟ داشتم قصه می خوردم یهو کمال آقا اومد، دست گذاشت رو شونم، گفت جوون قصه نخور، تس نوشابه بخور. گفتم کمال آقا، گفتم کمال آقا من نوشابه مشکی دوست دارم. گفت زر. نمیدونم نوشابه ها رو از کجا می آورد. همین محبتشو داشتن میکوبیدن تو سر من که ببین چقدر مردمیه، ببین چقدر بین مردمه، و ما رو مقایسه میکردن. این شد که کابوس های شبانه من شروع شد. آقا یه شب تو خواب دیدم وایستادم پشت سکوی المپیک. پتریا شولی از گرجستان رفت رو جایگاه سوم. رومن ویلاسوف روس رفت رو جایگاه دوم. یهو گوینده سالن گفت And the gold medal arrived to Ayub Sohrabi from Iran. خواستم بپرم، یهو کمال آقا اومد گفت تس. بعد مدال طلای منو برداشتن انداختن گردن کمال آقا. کابوس بیدار شدم، خیلی حالم بد بود، اصلا اعصابم خوب بود. رفتم یه لیوان آب خوردم، اومدم خوابیدم. این سری خواب خوب دیدم، دیدم که همه چی ختم به خیر شده. من سر و سامون گرفتم، با دختر مردلقام نشستیم سر سفره عقد. عاقد گفت که سرکار خانم وکیلم، گفت بله همه دست دادن توریا دادن بالا. گفت چس، دیدم کمال آقاست دوباره. این مرد خواب و خوراکو از من گرفته بود، دیگه نمیتونستم بخوابم. تلویزیون شبکه ها رو عوض کردم، یه سریال داشتم میدم، یهو رفت تبلیغات. دیدم یک جای سرسبز، یک دشت بسیار زیبا. دوربین اومد از جنگل، چرخید از لای درخت و اومد بیرون، رسید وسط دریا. یهو کمال آقا اومد بیرون، تون ماهی رو با چشش باز کرد. کمال آقا بازیگر تبلیغاتی شده بود، برند شده بود برای خودش. فریاد زدم از خواب پریدم، دیدم دوباره تلویزیون خوابم برده بود. تو همین فکر را بودم یهو دیدم در خونمونو میکوبن. رفتم در رو باز کردم، میدم کمال آقا دستاش داره میلرزه. گفتم کمال آقا چی شده؟ گفت منو قایم کن، زنم و داداشش دنبال من. گفتم چرا؟ گفت با زنم دعوام شده، زنگ زده داداشش بیا. گفتم مگه شما هم از زنت میترسی؟ گفت من فقط از زنم میترسم. همینو که اینو داشت میگفت یهو داداشه از پشت با ماهیتابه زد تو کله کمال آقا. کمال آقا گفت تس افتاد. یعنی یه جوری زدنش کمال آقا صدای نوشابه داد. <تص->
پهلوان محل ما با یه تخت سس افتاده بود. زنش اومد واستاد بالا سرش، گفت این هرچی بلده من بهش یاد دادم، حالا برای خود من شاخ شده. زنش رفت. آقا ما پهلوانمون افتاده بود، محله غرق در سکوت، محله غرق در سکوت، دود، غبار، یه پنجره ای 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 ای. یه بوته خار همینجوری بی ربط اومد رد شد، یه اسب بدون سوار پیتیکو 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 اومد. بعد رفتم کمال آقا رو بلند کردم، گفتم کمال آقا تو پهلوان ما چی شد؟ پاشو بریم انتقام تو بگیریم. کمال آقا بلند شد گفت که ببین لذتی که در عفس در انتقام نیست. سندم یک آدم دیگه ای شده. ضربه اینقدر محکم بود کمال آقا عوض شده بود، تو خیابون قدم میزد، شعر میخوند، حافظ شناس شده بود، میشه سر کوچه سنتور مینواخت. آخه مرد تو یه شبه سنتور از کجا یاد گرفتی؟ همین باعث شد که کمال آقا از محل ما بره و محل ما پهلوان نداشت. آقا همه خورده بودن به هم دیگه، ای وای چرا محله ما پهلوان نداره؟ گفتم آقا میخواد چیکار پهلوان؟ میگه بابا تو حرف نزن نیما. بعد واسطه بودیم، بعد منم یه گوشه واسطه بودم، مثلا کاری نداشتم، داشتم کیک و نوشابمو میخوردم. همه جمع شده بودن تو محل، بعد از مدت‌ها که چیکار کنیم، یهو دیدیم از دور یه صدای اومد چس. همه گفتن کمال آقا برگشت، چرخیدیم دیدیم نه، یه اتوبوس پارک کرد. تو همین حیث و بود، من یهو عدسم گرفت، گفتم هتسیس، یهو محل ساکت شد، همه برگشتن سمت من، این پنجره ای ای بایستاد، این خاره که بیرفت رفته بود بیرفتر برگشت، اسبی که پیتیکو پیتیکو رفته بود کپیتی 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 برگشت. گفتن چیکار کردی ایوب خان؟ گفتم کاری نکردم. گفت با چشت باز کردی؟ گفتم نه من عدسه کردم، این اصلا نسبت از این پیچی هست. گفت نه تو با چشت باز کردی، با دوتا نوشابه آوردم. گفتم من نمیتونم. گفتم نه آقا ما دیدیم تو دوباره پهلوان محل ما، دوباره همونایی که بنیرا رو کشیده بودن دوباره بنیرا رو دادن بالا، رفتن از زیرانداز بنیرا رو کشیدن زدن به دیوار، از روی ماشین باز کردن زدن به دیوار، از پای بچه باز کردن دیدن قابل استفاده نیست انداختن بیرون. و من و من دوباره تبدیل شدم به بزرگ محل. آخر سر اینو فهمیدم که توی محل ما پهلوان بودن و نبودن به یه چس بند بود. آخش نیما سهرابی. حالا چه خبر؟ عالی. پژمان تو شروع کنیم. من نه جسارت نمی کنم. بفرمی خواهش. مت از یه جایی سالم شروع شد، ادامه پیدا کرد، روند ثابت، داستان یک محله‌ای که پهلوانش رو عوض کرده و دوباره حالا دنباله پهلوان می‌گرده، کاملا تصویری. و وقتی یه متن ثابت میره سه تا جای درخشان داشته که تونه ماهی بود که همه توقع داشتیم بیاد بیرون نوشابه باز کنه، تونه ماهی رو تصویری برای ما باز کرد. و دومیش هم اون ماشین پلیس که گفت سرویس هم اومد سوار شد. و آخرش هم همین اتوبوسی که بود به نظرم هایلایت های متن بود و پراکندگی نداشت، به نوع احسن نما اجراش کرد، خیلی عالی بود. خیلی پس میشه رامبد جان مخلصم. نیما جون دمت گرم، واقعا اجرای ترتمیز و اندازه و خوشمزه و پرمعنی و این عالی بود. اینکه خیلی از نظر جامعه شناسی بسیار مضمون قابل بررسی، عمیق و خیلی طولانیه در جوامع بشری این بررسی موضوع قهرمان، و به نظرم عالی بود و یک عالمه هم جای شوخی درجه یک داشت، یعنی همش داشتیم قهقهه میزدیم، روند بسیار خوشایند با حال درجه، همه چی سر جاست. ما ترکا میفهمیم چس یعنی چی. <تص->
واقعا این یه صدای خیلی ترکیه. بله. آره. اصلا هر دفعه چیز میگفت ما دوتا اینجوری بودیم. من داری رگه ترکی یا نه؟ میفهدم این چیز یه چیزی هست حتی بخندم زایه نشه. عالی بود. عالی. من جدا از اینکه از خودش ممنونم و طرفدارشم و همینطور از یزدان فتویی مربیش. آره واقعا. میخوام یه سلامی هم به امیر مهدی ژوله بکنم که فکر میکنم آدرس این قصه رو تو نظرات داوران تو بخش قبلی تو مسابقه قبلی امیر مهدی داد و گفت حالا این قهرمان اگر زمین بخوره چه اتفاقی براش میفته و دیدیم که چه اتفاق درخشانی افتاد براش. آقای مجید خیلی خوب بود. بله بله بله. بله سگانت رو خوب تکمیل کردی، مضمونش هم خیلی مدرن تر از اون دوتای قبلی دیگه بود، خیلی جای باحالی بایستاده بود و آره خیلی ممنون یه ذره اومدیم بالا. انشالله که بعدی هم هی همینجور بریم انشالله. مرسی نیما درجه یکی. خیلی چاکرم ارادت من مخلصیم. اولین کسی بودی که این نظراتو گرفتی در این چند شب، در این دیشب و امشب؟ انشالله که بچه های بعد از منم برند خیلی خوبه، جنب سالون عالی. هر موقع میای بیرون احساساتی هستی نیما. نه آقا نکشیدین چیز خوبه. خیلی خوبه. مخلصم خیلی ممنونم ازت. خیلی خوش میگذره اونجا. والا من چند روز خواهرم دعوا میکنه میگه تو بد دست میزنم، میگه اینجوری دست نزن، مشخص تر دست. حواسم اون بود ولی دوباره نتونستم در بیارم، میگه اینجوری دست بزن. آها. من نمیتونم. اینا بعد 25 سال تازه فهمیدم من اینجوری دست میزنم دیگه واسه خودم نیست. خدا رو شکر خیلی همه کمک کردن سر این مت. آقای فتوحی که اصلا ویژه حواسش بود، بعد بقیه مربی های درویشان بود، آقای افشاری، ابوطالب، همه اصلا همه کمک میکردن. اصلا عالی بود کل تیم. آره همه چون گرم. ویژه تر از همه آقای فتوحی که اصلا کارگردانی میکنه دیگه، میگه اینجوری اون چی عالی. همین جور بدرخشید. مخلصم آقا. بفرمایید. بفرمایید. رامبوده جوان و اولین اجرایی که دیدیم شما واکنش مثبت داشتیم. ببین هشت نفری که موندن واقعا هشت نفر عالی هستن و ما خیلی توقع داریم خیلی خوب باشن، ولی تا الان از شیش نفر میتونیم بگیم که خب نیما خیلی خوب بود دیگه، بقیه اینجوری بودن و الان ولی نفسمون تازه شد و خیلی خیلی حال بود. بکنم آقای مجونی هم یک نفسی کشید. بله 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 بلاخره. همه چی بالاخره بعد دو روز اومد سر جاش اتفاقات. یعنی در واقع انتظار همینو داشتیم. بله. قرار بود که این بشه. یه جور دیگه بود. خب طبیعتاً آدم به هم می‌ریزه. ولی الان اوکیه. امیدوارم که ادامه پیدا بکنه این جو. ان شاءالله. پژمان جمشیدی چی نوشته پژمان؟ اتوبوس تو نمایی ماشین پلیس کشیدم تغییر برخ. خیلی خوب. من اول اینو نشون میدم بعد اگه سوالی داشته باشم پاسخ. آره خیلی خوب. سوژه درجه یک. تفاوتش رو بگی تفاوتش رو بود که پراکندگی نداشت مت. یک قصه روایت شد از اول تا آخر بدون اینکه جست و خیزی توی سوژه‌های دیگه بکنه. امیرعلی خوشحال شدیم بالاخره. بالاخره یه نفسی کشیدیم. نیما سهرابی آدم باهوش، درک دقیق از فانتزی، یه قرارداد میذاره میگه با نوشابه، با چشمش نوشابه رو وا کرد و بعد بقیه رو بر اساس همین قرارداد میچینه. اونجایی هم که احساس میکنه دوز فانتزی داره میاد بالا، یه هوش عجیب غریبی به خرج دادن و اینو بردن تو کابوساش، تو خواباش. دیگه تو خواب تو همه چی رو باور میکنی. به نظرم
کمدین یعنی این، یعنی درک دقیق از توصیه داورا، درک درست از میزان فانتزی، شوخی‌های پرزور، لهجه شیرین، بازی درخشان. نیما سهرابی یکی از شانس‌های قهرمانی و دو اجرای دیگه هم هست که خیلی امیدوارم بشه. آره آره، همین مونده، امشب هنوز تموم نشد. بریم بریم ادامه بدیم. چهارصد شهر، 1300 فروشگاه، یعنی فوق‌العاده است. این میزان از تعداد فروشگاه در این میزان از گستردگی شهرها واقعا فوق‌العاده است که اسنوا انجامش دادیم. و برای این که بتونیم تشخیص بدیم کدوم فروشگاه در شهر شما چقدر شما نزدیکه، کافیه تشریف ببرید به اسنوا.ir سایتشون یا عدد 9 رو بفرستید به 3034-35. اینجوری اطلاعات کافی رو به دست میاریم و متوجه میشیم که فروشگاه ها آدرسشون دقیقا کجاست، تلفنشون چنده و بتونید بهترین تصمیم رو بگیرید که تشریف ببرید کجا. میدونین اینجوری اصلا دیگه نیاز نیست بیافتیم تو ترافیک های عجیب غریب و دور شیم از محل خونتون و یا برید مثلا به اونجایی که تمام فروشگاه های لوازم خونگی هست. بنابراین این تنوع فقط برای این ایجاد شده که شما راحت بتونین بهترین فروشگاه رو و نزدیکترین فروشگاه رو انتخاب بکنید که بهترین محصول رو برای خودتون بخرید. چکرید. حالا میتونم سرمو بالا بگیرم بگم که به یک چهارم نهایی خنداننده شو 3 خوش آمدید. آره واقعا هیئت داوران در پایان 4 اجرا میرن شور میکنن، 1 اجرا یا 2 اجرا یا هیچ اجرا که بعید میدونم از اجرای امشب رو به دور بعدی خواهند فرستاد و در نهایت یه تعدادی از شرکت کننده ها به رای گیری مردمی میرن. 3 طریق 4 طریق داریم برای رای دادن تماشاگرها. اولی یک کد دستوریه که در پایان برنامه خدمتتون عرض می‌کنم برای هر شرکت کننده منحصر به فرد. دومی رفتن به اپلیکیشن 780، اونجا هم میتونید ویدیوهای اجراها رو ببینید و هم به اجرای مورد نظرتون رای بدید. سومی رفتن به سایت خندوانه است که اونجا میتونید رایتون رو ثبت کنید و چهارمی جدیده که از طریق وبسایت یا اپلیکیشن تلویبیون هم میتونید اجراها رو تماشا کنید. همه ویدیوها اونجا بارگذاری شده و همین که میتونید رایتون رو ثبت کنید. و اما دو تا اجرای قلدر دیگه از این مرحله باقی مونده که خیلی بهشون امیدوارم. یکیشون محمد حسین توسلیه و یکیشون علی غریب. ببینیم اسم کدومشون اول از تو این تون میاد بیرون. کدومو دلتون میخواد الان ببینیم؟ علی غریب. غریب به خاطر دل تو هم که شده علی غریب. علی جا کجا داری میگی؟ بریم داداش دیگه جواب زحمات شبانه روزیمونو بگیم. این اجرا دغدغه علی بود از روز اول، یه جور ادای دینشه به کشتیگیرای عزیز کشورمون، به خصوص کشتیگیرای شما. دقیقاً. که باعث افتخار کشورم. برو بهتره کن. ان شاء الله. بیا بهترین وقت ممکنه دیگه. یکی از درخشان ترین اجراهای این دورم خواهیم دید ان شاء الله. اولش هم یه بدایه میخوام بزنم. خدا بهت رحم کنه دیگه. دیگه مربی دیگه برای آدم دیگه چی کار کنم؟ دیگه بطری آب برای توش که تا حالا من باز نکرده بودم. بریم آقا به امید خدا برو به ترک مخلصی. آقا بچه ها که تو شمال به دنیا میان دو دستن، یا دخترن یا کشتیگیر. شما ببینید ما در تمام دنیا دو نوع جنسیت داریم، اما در شمال سه نوع: دختر، فرنگی، آزاد.
ببینید مثلا سیسمونی بچهای شما تخت و رو تختی اینا ست بنتن و بتمن و سوپرمنه، واسما شما الیا ست حسن یزدانیه. یعنی صبح به صبح مامان من حسن یزدانی رو میزنه کنار میگه گم بفش بیدار شدی که شد باورتون نشه، ولی حسن یزدانی حتی تو آلت هم ضرب فنی نمیشه. بعد میخواستن عوضمون کنن پشتمون به خاک نمیخورد، همون رو پل میزدیم. مرسی. بعد شما موزیک لایت و پاپ و کلاسیک گوش میدین، ما فقط دکلمه هادی عامل گوش میدیم. بعد تمام صحنه هم بر ما صحنه کشتیه، یعنی حتی که دارم اینجا استنداپ میکنم با دو بنده. بعد کلا کشتی به زندگی ما گره خورده. مثلا ما تو خواستگاریامون تست اعتیاد نداریم که، تست کشتی داریم. دوماد با پدر عروس کشتی میگیره، اگه ببازه که رده، اگه ببره بازم رده، چون شعور احترام گذاشتن به بزرگتر نداشته، بی تربیت داده پدر زنشو میبره. نهایت باید سیف سیف کنی و خوشی کنی بگذره. مرسی، مخلصم. من خودم هم یه بار رفتم خواستگاری، بعد پدر عروس گفت آقا دوماد مدال چی دارن؟ گفتم مدال المپیاد ریاضی. گفت چه برو بابا، قبل توی که اومده بود مدال طلای المپیک، نقره المپیک، تیلور هم برده بود بهش دختر ندادیم. گفتم حسن یزدانی اینجا بود بهش دختر ندادین؟ مردم چه پرتوقع شدن، چرا؟ بعدن حسن رو دیدم گفتم چرا به جواب مثبت ندادن؟ گفت من براش آزاد بودم ولی اون فرنگی دوست داشت. با... مرسی. بابای خود منم کشتیگیر بود، کشتیگیر رکوردداری هم بود، یعنی وارد سالن میشد همه میگفتن صابر ضرب فنی، صابر ضرب فنی. البته بزرگوار ضرب فنی نمیکرد، ضرب فنی میشد در حدی که هیچ وقت 3 دقیقه دوم بازی رو ندید، 3 دقیقه اول بازی هم ندید، 2 دقیقه هم نه، یک هم کسا صحبتشو نکن، حداکثر 30 ثانیه ضربه میشد. یعنی به این صورت بود که میرفت رو تشک، مربی میرفت نکاتو بهش میگفت، مربی که برمیگشت بابا من برمیگشتم، مربی میگفت صابر من دیگه نکاتی ندارم، آ بابا میگم منم دیگه کاری ندارم، ضربه شدی بریم. یه بار مربی رفت بزنید دیگه اینو مخلصیم. یه بار رفت مربی رفت نکاتو بهش گفت، برگشتید بابام روبروشه، گفت صابر تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت خلاصه ما هم یه پیشرفتایی داریم دیگه، رکورد حال کردی، این دفعه زودتر ضرب فنی شدم. بعد عکاسا هم اعتراض کرده بودن، گفتن آقا سرعت ضرب فنی شدن تو از سرعت شاتر دوربین ما بالاتره، ما اصلا پوشش خبری نمیتونیم بدیم بازیو، بعد تو چه سرشاخ میشی، فرار کن، حداقل دیرتر ضربه میشی، یه عکس سرپا رو تشک هم داری. بعد به همم میباخته، نیما سرابی از کشتی چیزی میفهمه؟ نه، به اونم میباخته. با همه این حرفا آقا تکلیف ما رو مشخص کنیم، میخوام بزنیم مخلصیم. با همه این حرفا پدر من دوست نداشت من پسر بشم، چون میدونست پسر بشم کشتیگیر میشم، برای همین دعا کرد دخترشم ولی پسر شدم. پرستار که من رو داد به بابام، بابام گفت این گوله کانوا چیه؟ پرستار گفت بچه تون توشه. بابام که دید من پسرم گفت این یارو یاروه؟ پرستار گفت یعنی چی؟ گفت یعنی همه کاراش انجام شده، مثلا اصلاحیه نمیخوره. این پرستار گفت نه دیگه، نسخه آخره، بچه تونو بگیرید برید. بابام گفت ما دختر سفارش داده بودیم، این حتما فیشاش اشتباه شده، راهله فیش ما شماره چند بود؟ با این اصلا توش موه، ما این نمیخوایم. رفتم و من نبردن. اما از اونجایی که پرستار نوه عمه بابام بود، منو رسون خونه. از مشکلات شهر کوچیکه، همه فامیلن. بعد چون سونوگرافی هم تو شهر ما نبود، نمیدونستم من دخترم یا پسر، برای دختر بودن من تدارک دیده بودن، از مشکلات شهر کوچیکه. انقدری هم برای دختر بودن من تدارک دیده بودن که من تا 3 سالگی دامن چیندار میپوشیدم. البته تو اون سن خیلی از پسرها دامن چیندار میپوشیدن. بعد هرچی هم میخریدن بعد میپوشیدی دیگه، از مشکلات شهر کوچیکه. بعد تمام تلاششون این بود که رویات من لطیف بشه، نرم سمت کشتی. مثلا شعرهایی که برام میخوندن این بود، دختر پسر فرقی نداره، ها ها، تو دختر هستی نه پسر بابا، حالا هم گوش بده به حرف مامان، برو پیش خواهرت کامران. کامران داداش همه، اما خب دیگه به تفاهم رسیدم با بابام اینا. بعد من دوست داشتم برم بدنسازی، منو فرستادن اپرا، اینم شد نتیجهش، الان بهتون میگم. یه دست بزنید. بدنسازی من نفرستادن، من فرستادن اپرا به این صورت. شلوار پالنگی
شاید سوال پیش بیاد، شاید سوال پیش بیاد این اپراش چرا شمالیه؟ از مشکلات شهر کوچیکه. ما استاد اپرای فارسی زبان نداشتیم، اما اینا رو من هیچ تأثیری نذاشت و من به کشتی علاقه من شدم. یعنی یه بار رفتم خونه به بابام گفتم بابا راست میگن جویبار مهد کشتیه؟ گفت نه عزیزم دروغ میدن، مهد پینگ پونگه. آقا این سوال پرسیدن همانا، شک کردن همانا. یعنی میرفتم خونه بابام میگفت ها کن، گفتم ها، گفت تو نده بده بیرون، گفتم ها، گفت بو کشتی میدی، کجا بودی بو کشتی میدی، گفتم آقا به خدا قهرمان تاکسی، قهرمان تاکسی، راننده تاکسی قهرمان جهان بود، این بوشتی تاکسی پیچید رو من موند. گفت حالا معلوم میشه، حالا معلوم میشه. یه بارم تو مدرسه از من سی دی گرفتن، بعد گفت مدرسه بابام بخواستن، گفتم آقا غریب امروز از پسرتون سی دی گرفتیم. بابام گفت والا جوونن دیگه، ما هم جوون بودیم اشتباه کردن اینا. گفت نه آخه سی دی فرنگیه. بابام گفت چیشیه فرنگیه؟ کشتیه فرنگیه؟ گفتم نه بابا به خود آهنگای فرنگیه. گفت خفه باباش دیگه یارودی، فرنگی فرنگیه. آقا از اون روز خونه ما شد مرکز کمپ ترک کشتی فرنگی. هر چیزی که منو یاد کشتی فرنگی مینداخت ممنوع بود. گوجه فرنگی، نخود فرنگی، توت فرنگی، خیار و پیاز، اینو نمیدونم ولی پدرم معتقد بود که منو یاد کشتی فرنگی میندازه. آقا منو برد زیر زمین، گفتم بابا من میخوام ببندی به تخت. گفتم نه پسرم وقتی میشه حرف زد چرا تخت؟ دوم. گفتم بابا این دستبیل چی میگه؟ گفت ابزار نصیحت دیگه. گفتم آقا ابزار نصیحت یه چوب خشک نه یک دستبیل تر. گفت متدها فرق داره. سوال اولش این بود که پسرم تو قبول داری الگوی تو در کشتی منم دیگه؟ گفتم نه. اوه عیب نداره، الگو زیاده، من خودم الگوم یکی دیگه بود، ولی قبول داری که من کشتیگیر قهاری هستم دیگه؟ گفتم نه. اوه گفت پسرم قبول داری که دستبیل در جمع ما گردم بالا حضور داره و تو آدم آسیب پذیری هستی دیگه؟ گفتم بله. گفت پس یا من یا کشتی. و بابا این اصولا آدما به عشقشون میگن یا من یا فلان. گفت ببخشید حواسم نبود، فکر کردم مادرتی. پس ببین یه جور دیگه بهت بگم، نرو کشتی. تو قهرمان جهانم بشی بعد بری تاش تربار بزنی، کسی بهت پول خونه که نمیده، نهایت یه کارت هدیه 1 میلیونی بدن توش پول نباشه. البته حق انتخاب داری، من نمیخوام زورت کنم، حق انتخاب داری. ولی وقتی رفت هم درو بست هم منو بست. مرسی مرسی. بعد 6 ماه مامانم اومد آزادم کرد. گفتم آزاد شدم خوشحالم ننه، ایشالا فرنگی قسمت همه. مامانم گفت خفه باشی الان بابات میشنوه سکته میکنه. رفتم بابامو دیدم، بابام گفت پسرم تبریک میگم ترک کردی اینا. احساساتی شدم رفتم پای بابامو ببوسم، بابام ضربه فنی شد. بعد پاشو زد تو گوشم. گفتم چرا میزنی؟ گفت منو ضربه فنی میکنی؟ گفتم بابا من فقط خواستم بوست کنم، اصلا دست من بهت نخورد. گفت پسرم ببخشید بدنم عادت کرده بود. بعد دوباره زد تو گوشم. گفتم دوباره چرا میزنی؟ گفت فقط پای پدر مادر. گفتم بابا پدرمی؟ گفتم این ضربه کردی منو اصلا یادم رفت. بعد دوباره زد تو گوشم. گفتم دوباره چی میزنی؟ گفت ببوس دیگه. آقا رفتیم ببوسیم دوباره ضربه فنی شد. گفتم آقا 1 دقیقه ضربه فنی نشد، تایپ تمام شد. دیدیم نمیشه، کل خانواده اومدن بابامو گرفتن، یه دونه بوسیدیم تمام شد و رفت. من بالاخره پای بابامو بوسیدم. مرسی مرسی مرسی. شاید باورتون نشه الان وضعیت پدر من از قهرمانان جهان کشتی بهتره، چون زمانی که همه به فکر قهرمان شدن بودن بابای من دوبنده میفروخت. از مشکلات شهر کوچیک دوبنده کمه. من به خاطر پدرم کشتی رو گذاشتم کنار و الان در خدمت شما هستم و میخوام این اجرا رو تقدیم کنم به غیور مردان، شیر مردان، پهلوانان تیم ملی فوتبال ایران که به جام جهانی صعود کردن به افتخار بچهای تیم ملی. ولی خب دستتون در نکنه، حالا این قسمت رو شوخی کردم بخندیم، ولی واقعا دم تمام کشتیگیران ایران گرم که با این شرایط سخت دارن میجنگن و دل ما رو شاد میکنن. دمشون گرم، به افتخار خود. خانم آقایان، علی غریب. هیئت محترم داوران، آقا چون مربوط به کشتی بود به نظرم از پژمان جمشیدی شد. چرا؟ حتی بی ربط هم نیست، من پدرم رئیس هیئت کشتی بود کرج. بله بله. و شما هیچ وقت کشتی نگرفتین؟ چرا بچه بودم خیلی هم دوست داشتم. چه با؟ آره یه خاطره هم دارم، یه بار با آقای علیرضا دبیر شوخی کردم، اون زمانشون یه بار قهرمان المپیک شده بود، گفتم منم بچگیام کشتی میگرفتم، یه خاک میشم از این خاکا که دست میزنن رو کم یه قومی افته. گفتم اینو بریم من میچسبم این کنه به توشک. این آقای پژمان درستکارم که الان سرمربی تیم ملیه ایشون هم بود.
بعد خب اونم میدونستن که ما از خانواده کشتی و ورزشیم. آقای دبیر اومد یکی دو تا تکون ما رو داد و چسبیده بودم. بلند شدم و واقعا فکر کردم که من بدنم. اون موقع منم فوتبال بازی میکردم، یعنی موضوع مال اولش 20 سال پیش، 18 سال پیش. پژمان درستکار گفت علی تو رو خدا اینو پرروش نکن، این الان دیگه تا ابد ما رو ببینه میگه من تو خاک شما نشستم تکون نخوردم. یه بار گفت نه ولش کن، گفتم نه چیو ولش کن، همه زورتو زد، بیا یه بار دیگه بیا. خدا شاهده بار دوم منو خوابون تو روی تشک، این دستو گذاشت دور قفسه سینه من. میخوام بگم بی خود کسی قهرمان المپیک نمیشه. یه فشار داد، خدا شاهده انگار برق سفاز منو گرفت، یعنی من خودم بلند میشدم اینجوری که من رو بل کنه، بلند میشه یه بار ایم من گفتم چند بار این برون برگنم بل میکنم. میخوام بگم که واقعا بی نظیرم، یعنی اصلا شدنی نیست که بتونی خودت رو نگه داری. حالا اینا رو گفتم که بگم که بی ربطم به کشتی نبودم، یه بار خاک مثل پدرش اومده همون. خدمت شما عرض کنم که سوژه که فوق‌العاده بود، لحظات خوبم کم نداشت، به نظر من افت کرد به مرور تا پایان اجرا. به خاطر اینکه باز از اون سوژه اصلی یکم دور شد، ولی لحظات جذاب داشت، مثل همون پوشک عوض کردنه و اینا که فوق‌العاده بود، استفاده بینه‌ای بود. و یه نکته هم توش بود که به نظر من خیلی مهم بود، این که گفت از به بابام گفتم که یه راننده تاکسی بود قهرمان جهان بود. به نظرم اصلی‌ترین نکته استنداپ شما این بود، امیدوار همه قهرمان‌ها در رفاه زندگی کنن. واقعا خیلی ممنونم. جلال مجون خواهش میکنم. علی همین جوری که پژمان گفتم به درستی این شوخیات تو شروع خوبه، بعد رشد نمیکنه. یه چیز دیگه من میخوام بگم، ببین یه استانداردی داری که آدم نگاه میکنه خوبه، شوکه نمیکنی آدمو. این اتفاقا هم اصلا ربطی به اجرات نداره، چون تو اجرات و اتفاقا خیلی خوبی، ربطی به متنت داره. یه کاری بکنی با آدم تو ذهنمون بمونه. آره ولی استانداردی دیگه، یعنی بلدی میخندونی آدم و میگم اون اتفاق هنوز نیفتد. رامبود جان مخلص. علی جون خسته نباشی، دمت هم گرم. خیلی طراحی ورود این پاک کردنه و اینا طراحی جذاب که توی اجراد داشتی خب خیلی باحاله. اولا موهات خیلی جذابه، من آرزوم بود موهای تو رو داشتم. قابل نم متشکرم، لاغر میتونستم یه بار با این همچی موی عکس بندازم، ولی خدا حفظت بکنه خودتو موهاتو حتما. و اینکه آره ببین اون دفعه هم یادت فکر کنم اجرای دو یا یک الان یادم نیست که ما گفتیم یک شور یه چیزی بله. لازم داره که یهو یک هیجانی ایجاد بکنه. ببین شوخی‌ها در شروع با مزن بدیعن، تازن، حال میدن، خوش ریتمن، شکل و شمایلاشون با حال، اتصالاتشون درسته. از یه جای بعد برای آدم عادی میشه. اینجاست که نیاز داری یه چرخشی بکنی و یه فاز جدیدی باز بکنی تو شوخی. نوع شوخی باید تغییر کنه به نظرم، یعنی ما رو یهو با یک فضای جدیدتری آشنا کنی، نه قاعده رو یهو انقدر به هم بریزی که نفهمیمش، ولی بتونی فضا تو عوض بکنی، برای ما یه تازگی ایجاد بکنه. این هر چقدر تعداد دقایق یا ثانیه های اجرای تو بیشتر بشه که ایشالا به مرحله بعد راه پیدا بکنی که اونجا دقیقت بیشتره، اونجا خودشو بیشتر نشون خواهد داد. یعنی برای اونجا حتما باید یه فکری بکنی بابت اینکه بتونی از یه جای به بعد روی این یه ذره حساب کتاب مهندسی میخواد، از یه دقیقه به بعد یهو فضا تو شروع کنی عوض کردن. ولی با نمک و دوست داشتنی و جذاب. آره تو روی صحنه خیلی جذابی، خیلی باحالی، گرمی، دوست داشتنی، خیلی راحت اونجا ارتباط برقرار میکنی، با دونه دونه ما ارتباط برقرار میکنی و این خیلی باحاله.
ولی آره از یه جه به بعد شروع کرد سقوط نکرد، زود شروع کردی فرود اومدن. آره منتها یه فرود طولانی بود میدونیم چه چرخ ها باز نمیشه. آره رو کف میشه. دمت گرم. مرسی مخلصم. دمت گرم. مخلصم. پژمان که فکرش حسابی درگیر شده، ببینیم چی نوشتی برامون. پژمان لفت کرد این افت بابا افت کرد لفت گروه. آره خیلی خوب بود اوائلش، من خیلی دوست داشتم. کشتی هم خوب ورزش بود، من بیشتر دوست دارم. بعد ولی یه افته افت نه سقوط ها به قول آقای جوادی، فرود طولانی داشت به نظرم. دیگه نتونست ما رو برگردونه به حال اول شروع استنداپ. خندیدی هم نگاه کردم خیلی اون لحظه آره. نوزادی که به خاک نمیشد که خیلی خندیدم. ولی ببینیم حالا رأی دوستش تا آخر همجوری میرفت. خب کار سختی آره. بود دیگه، اگه میرفت که بهتر استنداپ میشد، ولی کار سختی بود. ولی مسلط با مزه است، سمپات ایناش خیلی. همگی منتظریم محمد حسین توسلی رسالی. آقای درویشانپور مرسی ازت، خیلی اینجا رو گوش دادی. محمد حسین مهمترین کاری کرد در مدت. ببین باور کن هر کدوم از استنداپاشو بالای 3000 بار گوش دادن و خسته نمیشم واقعا، خودش میدونه خسته نمیشم. یعنی 3500 بارم بخواد اجرا کنه باز میشینم گوش میدم و هی نکته اضافه میکنیم، کم میکنیم، مقدمات اضافه رو کم میکنیم، در نهایت میشه یه چیز تنفهم ان شاء الله به لطف خدا. عاشقت. تربیت مهمترین کاریه که هر پدر مادری در مقابل فرزندش میتونه انجام بده. قبلا روش‌های تربیت خیلی متفاوت بود، با بچه حرف الان روش‌های تربیت خیلی متفاوته، با بچه حرف میزنن، صحبت میکنن، روانشناسیه. ولی قبلا فقط یک روش بود، میزدن. یعنی شما هر کار میتونید گفتن نکن، میخوام همینو بگو چرا میزنی، میگفتن نمیره تو مخت که. یعنی اعتقاد داشتن نفوذ کلام بیشتر میکنه. انقدر این زدن عرف و عادی بود که گاهن برای رسوندن علامت ما رو میزدن. یعنی مهمون میومد نمیرفت، ما رو میزدن که مهمون بره. مهمون گفت ما دیگه بریم دیگه، ما زودتر برید. یه سری مامانم هر چی منو زد اینا نمیفهمیدن، نمیرفتن. خودم رفتم بهشون گفتم، گفتم بخش میشه برید و ما بریم. خب مکشنت. خب گفتم اشکال نداره، فقط برید حرکت کن خانم. این که همون موقع میزدنت عالی بود، بی‌نظیر بود. گاهن تهدید میکنن که بعداً میزنیمت. این خیلی بد بود. یعنی میدونستی میزنن، نمیدونستی کی. یعنی خونه کسی بودی میگفتن بزنین بیرون میزنیمت. بیرون بودی میگفتن بزنین خونه میزنیمت. خونه بودی میگفتن بزن بابات بیاد. بزن دیگه. بزن راحت هم کن. تمومش کن این بازی کثیف با من. مثلا من شب یه کاری کردم، مامانم گفت بخواب صبح میزنیمت. و من دیگه من خوابم میبرد، گفتم بیدارش کردم، گفتم ببخش میشه من رو بزنید الان؟ گفت نه بخواب صبح با انرژی. گفتم خواهش من میشه الان کار من را بنداز. گفت بخواب. گفتم زن دیگه قبول همین بود؟ نه. گفت نیستم بخوابی، بخواب صبح میزنیمت، خوابای خوبی ببینی. یکی دیگه این بود که شما رو میزدن و همزمان بهتون میگفتن که چی بگی. گفتم بگو غلط کردم، بگو اشتباه کردم، بگو دیگه از این کارا نمیکنن. یعنی اینجوری بگو شما هم داشتی کتک میخوردی باید جا خالی میدادی، هم باید گوش میدادی این طرف مقابل چی میگه، هم اونی که گوش میدادی تکرار میکردی، هم گریت میومد، تمام حواست درگیر بود. خیلی هم اصرار داشتن همونی که میگن رو بگی. یعنی یه سری مامانم برگشت بهم گفتش که بگو دیگه از این کارهایی که باعث میشه پدر و مادرم برنجن و از نظر روحی و روانی آسیب جدی ببینن نمیکنم. گفتم خیلی سخته، میتونم 20 بار بیام غلط کردم؟
هیچ وقت اجازه توضیح هم به ما داده نشد. یعنی من یه سری می‌خواستم توضیح بدم، مامانم منو بزنه، گفتم یه توضیح میدم، واسه توضیح میدم، گفت بگو دیگه بگو. گفتم ببین مادر من اصلا، گفت توضیح بده، من نمیخوام توضیح بده. گفتم آخه شما، گفت توضیح تو کامل بگو، کامل بگو. گفتم شما نمیدونید، گفت من نمیتونم کامل بگم. گفتم بزن، بزن تمامش کن بریم، بزن کار داریم. مرسی. روش های تربیت متفاوت بود. مثلا ما یه همسایه داشتیم، این بچه هاشو روی ریتم میزد، یعنی به صورت سه تا ضرب میزد، اینجوری بود، ضریب سه رو رعایت میکرد، یعنی هیچ وقت 57 نبود، یا 3 بود، یا 6 بود، یا 9، در این حد به این ضریب اعتقاد داشت. یه سری داشت بچه رو میزد، گفت مامانش گفت کار این نبوده، بس کار کی بوده؟ پدر بزرگ من نمیزد، فحش میداد. این بدتر بود، شاید به ظاهر بهتر بود ولی این بدتر بود. چرا؟ من کاری نداشتم، فحش بخوردم اوکی بودم، منتها روندش کند بود. یعنی فحشی که میشد تو یه دقیقه جمعش کرد و 40 دقیقه طول میداد. اینطوری میکرد، میشستم جلوش، یه بوری چایی هم جلوش بود، تا تموم شه فحش میداد. اینطوری میکرد، میگفتش اه 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 بچه اقه بی تربیت، اقه بی شور، اقه نفهم، چطور میشه؟ بعد یه 10 دقیقه چی نمیگفت. احساس میکرد تموم شد، بلند میشه بریم، میگفت که سر انسانیت، شرافت، نجابت، عدالت، هر چی بر وزن عت بود میگفت، صداقت. بعد دوباره همینو باز میکرد، میگفت فضاحت، حماقت، عدم رشادت، تو هر چیزی بگو. گفتم مثلا کثافت. میگفت آی باریکلا کثافت. یو مامانم میان با آقا جان ولش کن دیگه، بساطت، ول کن دیگه. عموی من نمیزد، نه میزد نه فحش میداد، عموم اعتراف میگرفت، عموم منو میذاشت جلو خودش اینجوری میکرد، خوب گوش کن ببین چی میگم، تو این کاری کردی؟ گفتم نه. مو ببین دوباره سوالا میپرسم، تو این کاری کردی؟ گفتم نه. گفت خوب گوش کن، یه بار دیگه میپرسم، تو این کارو کردی؟ اگه بگی دیگه جواب، اگه جواب این سوال بدی دیگه نمیپرسم ازت. گفتم آره. آها، حالا شد، چرا این کارو کردی؟ گفتم من نکردم. میگو برنگرد عقب، ادامه بده، داریم درست میریم جلو. گفتم باشه، خواهش من، فقط میشه اینو تاب نده، حالا بد میشه، چرا آقا اینقدر تاب نده؟ گفت چی بود اعتراض کرد؟ کی بود اعتراض کرد؟ من بودم. اینقدر تاب بده حال جفتون به هم بخوره. ولکن بابا جان دیگه. بدترین شیوه تربیت مقایسه بچه ها با بچه های دیگه است. یعنی مطمئنم همه تون اینو شنیدید، مثلا بچه فلانی نکن، فلانی رو ببین یاد بگیر ازش. یعنی من مطمئنم نفر اول المپیاد فیزیک هم اینو شنیده، یعنی حتی باور کنید ادیسون هم این جمله رو شنیده از مادرش. یعنی یه سری مادرش رفته در آزمایشگاه رو باز کرده، گفته توماس مادر. Look at me please یادته، نگاه من کن، سی بویز آف پیپه به توی مردم نکن، حالا این برق هم اختراع کردی، چطور شد آقاد پولش نداد قطع کدن؟ بلنشو مادر، بچه خانم امیلی بیبی رفت سر کار، هم پوخ و خوش میدن هم بیمش کدن، بلنشو دست به این سیمان ازم برخود میگیره مادر، بلنشو درد بوده چیه داشت کن. من مشکلی با مقایسه نداشتم، من مشکلم با اونی بود که منو باهاش مقایسه میکردن، منو با یه آدم عوضی مقایسه میکردن. ما یه بچه فامیل داشتیم مثل نقل نبات فوش میداد، یعنی اینجوری بود که مثلا من میدم که سلام چطوری، میگو خوبم فلان فلان شده، بوده ای بابا آدم باش دیگه. بعد این بچه فقط یک ویژگی مثبت داشت، رفته بود کلاس یاد گرفته بود تقسیم های ضربه رو به صورت ذهنی چند رقمی انجام میداد. بعد به خاطر همین اینو میذارم تو سر ما. یه سری خونه مادربزرگی هم جمع بودیم، هی شروع کردن از این تعریف کردن، من یه جا اعصابم خورد شد. برای شما دوستان توجه کنید، یه لحظه من گوش کنید، دیگه گنده تر از انیشتن که نداریم. ایشون میفرمایند اگر توانایی های یک ماهی را در بالا رفتن از یک درخت بسنجید، او تا ابد بر این باور خواهد بود که یک ابله است. همه گفتن ماشاءالله بارکالله آفرین، دست زدن. گفتم حالا تو استاد چی انیشتن؟ گفتم دوستان دقت نمی کنید، من هفت دارم دارم جمله انگلیسی از انیشتن میگم،
خود استاد تا هفت سالگی داشت کوچه بازی میکرد. گفتن نه استعداد چیه؟ گفتم مثلا 350 تختم 16. گفتم 350 3 به این ور 7 به 9 1 11 اینجا می‌ذاریم دورش خط کسی دست کنه نکنه 11 به 9 گفت 43 ضرب در 2. گفتم 43 چرا گفت ولکام ولکام حرف. گفتم دوستان مثلا دقت نکرد من چی میگم. گفت 43 ضرب در 2. گفتم 43 کوشش 7 تا 7 7 تا 8 8 تا 8 میگن 8 خود 8. گفتم من خنگم دوستان من خنگم. بفرمایید شام تدارک دیدم برامون یخ کرد. این تعریف ها و تمجید های بیش از حد باعث این بچه لوس بشه و پرتوقع بشه. یعنی این چون هرچی میخواست پدر مادرش تهیه کرده بودن به خاطر همین این توقع رو از دیگران هم داشت. یعنی این سری من تو خونه خوابیده بودم اومد بالا سرم اینطوری کرد گفت حسینا حسینا یعنی حسینی که بسیار با شما صمیمیه گفتش که وقتی بریم بازی کنیم. گفتم که ببین من الان خوابم نمیتونم بیام. گفتش که بلند شو میدونم خواستی بلند شو. بعد گفتم من نمیتونم الان بیام. من بلند کرد به زور گفتم نمیتونم بیام. اینقدر تکرار کرد کله منو کوبید لب تخت. اینجا تا اینجام چاک برداشت. منو بردن بیمارستان سوار ماشین اینا کردن. سوار ماشین شدیم این ماشین اینا بود نمیذاش من جلو بشینم. درو گرفتم گفتم ماشین ماه من واسه جلو بشینم. بذارید من جلو بشینم. گفتم تو جلو میشی چیکار کنی؟ برو عقب بشین. اینا هم جلو میشن اشکال نداره. گفتم نه ماشین ماه پیر من پولش داده. گفتم اصلا من میگم نمایشگاه بریم. میخوام بریم بیمارستان ولش کن. گفتم نه پینا نبرید داش. منو ماه من گرفتم گفتم پینا نبرید داش. نبرید داش. گفتم ولکام بابا چاچم واشو چه اینجوری میکنی تو؟ منو بعد مرسی رفتیم بیمارستان ما رو بخیه زدن برگشتیم. بعد داشتم استراحت میکنم سرم بهم وصل بود اومد بالا سرم اینجوری کرد گفتش که دوباره اومد حسنا. گفتم بله. گفت وقتی بریم بازی کنیم. گفتم داشت من سرم بهم وصل درچه از موقعیت نداری نه؟ گفتش که دوباره میزنم کلت میشکنم من. گفتم تو سرم بگی منم دارم میام باز. رفتیم بیرون گفتم حالا چه بازی کنیم؟ گفت تو برو این ورجو من هم اون ورجو سنگم پرت کنیم. گفتم دو چه بازی ما همین الان چاک برداشتیم. گفت سنگ خونه کلوخ خود یعنی کلوخ کوچک. گفتم باشه. رفتیم نشستیم اولین سنگ که پرت کرد سنگ اینجای من بود بیهوش شدم. من تو عمرم سنگ به این چیزی ندیده بودم. سنگ تو خورد تو کلم تخجیر کرد. بعد داشت خون ازم میرم اینطوری افتاده بودم رو زمین. با حال رسیدم گفت حسینا. گفتم بله. گفت چرا این طور بازی میکنی؟ گفتم تو سنگ زدی. گفت کله تو گنده ما هر جا سنگ پرت کنیم کله توه. من برم پیارم صدا کنم برم دکتر. رفت باباش صدا کنه برگشت گفت نه پیارم میگه خوب هستم میام یه ساعت دیگه میبرم اتون. گفتم تو خون هستی با اون یه ساعت دیگه من خون درازم میره میمیرم که. گفت پیر من که اخلاقی دادن میگه من وقت خوبی دارم کنی اصلا پر میزی. گفتم ما راضی نیستیم پیر اصابش خورچه. رفت برگشت باباش من رو دید گفت بچه تو چه ایران میکنی؟ گفتم بس میشه من رو بدوزن. رفتیم دکتر برگشتیم دکتر من رو دید اوه این بچه چرا این محکم بسته اون چرا وا شد؟ گفتم نه اینجا دیدش وا شد لطفا این رو بدوزیدش. مخلصم. خانم ها آقایان محمد حسین توسلی. من معمولا بچه ها که اجرا دارن اون پشت وای میستم یه بخشی از تماشاگرها رو از اون پشت میبینم. بچه مطمئنم که شما هم به همین باحالی هستین ولی این وریا خیلی باصفا. مطمئنم که اگه اون ور وایسم و شما رو ببینم همین حس بهم دست میده. شما هم خیلی خفنین. شما هم عالی. اجرای محمد حسین توسلی رو دیدیم. هیئت محترم داوران منتظر نظرات شما هستیم. آقای جوان چکرم. این دفعه دیگه شما. آقای توسلی جانم یک فکر جدی من اول یه سه منفی بگم یعنی یه نکته ای رو گوش زد بکنم. شما خیلی جدی باید به فکر راحت شنیده شدن کلماتت برای مخاطبت باید بشه. خیلی جدی یعنی رسما یک معضل میتونه بشه مخصوصا وقتی که شروع میکنه به لهجه عوض کردن. خب برای منی که به لهجه یزدی آشنایی به اندازه شما ندارم و یه سری کلمات و اصطلاحایی میاد توش که
شما متوجه میشید بعد ترجمهش بکنی یا حالا هرچی. به شدت آدم دچار سختی در شنیدن میشه. حالا تندم میگی، اصولا شکل و شمایل گویشت و فکت و دهنت و دندونت اینا یه جوریه که یه ذره ویژش میکنه مدل خودته، بنابراین باید تو به این که تماشاچی چقدر داره کلمات تو رو میفهمه فکر کنی، براش طراحی کنی، براش محاسبه کنی، فکر نکنی که الان همه میفهمن دیگه، نه واقعا یه جایی شما ممکنه نفهمه آدم، و هر لحظه رو که تماشاچی نفهمه، نشنوه، از دست بده، اذیت میشه و ول میکنه، یعنی از بعدیاش دیگه تماشاش میگه من متوجه نمیشم دیگه. خب به سختی میندازی مخاطبتو. این یک. دو، این که اولین اجرای تو بود که دوچار فراز و نشیب شد. اجرای دو مرحله قبل تو انقدر درجه و سعودی بود، انقدر شیب خوبی داشت و انقدر در جاهای درست شوخی ها شدت پیدا می کردن که در این نوبت این اتفاق نیفتاد. یعنی من میتونم بگم که این اجرای ضعیف تو نسبت به دو اجرای قبلته، ولی تو انقدر کمدین درجه یکی هستی و انقدر فوق‌العاده کار تو به هر حال انجام میدی و شوخی هات همیشه دوست داشتنی هن که من به نوبه خودم به عنوان یکی از مخاطبهای تو و به عنوان یکی از داورهای این مسابقه بهت میبخشم که امشب نتونستی مثل شبای دیگر بدرخشی. قربون شما. مرسی از شما. ممنون. یه را مجموعی. آره من مورد علاقه منه. آره ولی امشب رامبوت راست داره میگه یه ذره شاید به خاطر اون لوپای تو قبلی ها وضعیت ها تی رشد میکرد، الان میومدیم در مورد تربیت هی شکل مختلف این لپه شاید چیز میکرد، بعد به نظر من یه ذره سرعت تو کم کردی. این نکته درسته ها، ولی تو اجرای قبلی سرعتت بالا بود، تو غریزتا تکنیک خود تو پیدا کردی، یعنی سرعت بالا این مثلا یه واقعا یه تکنیک تو کمدی، منطق رو فلج بکنی، این کار رو میکنی. خب اینو امشب یه ذره این چیز بود، کند شد به نظرم. غریزتم بذار کار خودتو بکن. خب به خیلی چیزا ترجمه شاید به خاطر اون لوپ بود، ولی اینقدر درجه یکی، منم میتونم بگم که واقعا هر اتفاقی الان افتاده باشه ها، اجرات اصلا بد نبودا، یکی دوتا مثلا چیز داشته باشه یا نخندیم که برای من اصلا مهم نیست، چون اجراهایی داریم که آدم میمیره قش میکنه ولی واقعا تاثیرگذار نیستن، آدم بعدا بهش فکر نمیکنه. ولی میشه از اجرای مثلا بگیم که امشب نسبت به اون دوتا یه ذره پایین بود، آدم اینم نبینه. متشکرم. منم قبلا شما رو از تلویزیون دیده بودم، اون اجرای قبلیتون رو که تو صف وای میستادین خیلی دوست داشتم، با آقای معجونی هم در موردش حرف زده بودیم. من فکر می‌کنم البته منظور آقای معجونی ریتم نیست از این کندی، اگه درست متوجه شده باشم، اتفاقا شما یکی از بهترین ریتم‌ها رو توی بچه‌ها دارین و کمدی رو، لحظه کمدی رو می‌شناسن، یعنی خوب ادا میشه، منعقد میشه، هر وقت که کمدی رو می‌خوان اون لحظه‌اش رو اجرا کنن به بهترین شکل اجرا میشه و برای همین یکی از بیشترین دستایی که داشتیم امشب بود. ولی منم موافقم که اجرای قبلیتون بهتر بود، ولی به نظر من خیلی مسلطین و یعنی ریتمتون فوق العاده است. قربون شما. مامان ادیسون شاهکار بود، یزدی صحبت میکرد با ادیسون. تو ماست مادر بعد برق میگرفتش چی قبلا کشف کرده بوده با اختراع کرده بوده که اینو برق گرفت. قطعا که لحظات درخشانی داشت اجرای محمد حسین توسلی، خیلی ارادت دارم.
سلام. سلام. خوبی؟ خوشحالم. خوشحال باش. آره بابا. منم خوشحال باشی. خدا سر مرتبه. اسم دو تا دوستام میتونم بگم؟ نه برای چی؟ نگم. برای چی؟ بگو دلیل. دوست داشتنی هم به من گفتن اسم ما رو بگو. چیزن؟ با ما زن. بگو. محمد مهدی و محمد طه فرحی و بیژن چاوشی. خیلی خوب. قربون شما. همین. فقط می‌خواستم دو تا از بچه‌ها رو بگم. من از پسر خالم و برادرم تشکر کنم که توی این اوضاعی که من نیستم. اجرا چطور بود پسر؟ اجرا عالی بود. دوست داشتم. اوکی، یه چیزی به دست آوردم و یه چیزی فهمیدم برای خودم. خب، و قطعاً جبرانش می‌کنم و درستش می‌کنم. ولی خیلی از خودم راضیم. خدا رو 100000 مرتبه شکر. اون چیزی که گفتن کامل درست. آره، آره. خیلی بیشتر می‌خواستم قطعاً، ولی اون چیزی که گفتنم درست بود و من در صدد درست کردنش برمی‌گردم. قربون شما. داورای عزیز ما و تصمیم سرنوشت از امشب، آقا یه چیزی بگید. خیلی سخت نیست مناظره. نه نه خیلی ساده. نه اتفاقا نه امشب فکر تکلیفمون روشنه. بنظرم ما خیلی زود میریم اون تو مینویسیم میایم بیرون. بعد یه آب کردن این اون تو بعد همینو برگردین. آب بکنید بعد آب کنید. ولی عجب ببینید ماجرا اینه که توسلی یکی از بهترین کمدین های این دوره است. اصلا درجه که متنش، جزئیاتش، نوع پرداختش، نحوه اجراش، صداش، چیز عجیبه. من نمیدونم چقدر مورد استقبال هم است، ولی برای من، برای خیلیامون خیلی جذاب. خب امشب نبود دیگه، صد نبود. عدالت رو در نظر بگیرید آقای. حرف از وطن که میشه، قلب از جا کنده میشه. خوشحالم من از این که تو این خاک دارم ریشه. یک صدا با هم میخوریم با هم جاوید ایران همیشه. ایران جون و قلب و عشق، همه دوستش دارم همیشه. یک صدا با هم میخوریم با هم جاوید ایران همیشه. ایران جون و قلب و عشق، همه دوستش دارم همیشه. برنده باشی ایران، میمیرم تو زنده باشی ایران، تو سرچشمه امیدی ایران، پر از نور و خنده باشی ایران، دنیا تو خیلی خواستی ایران، تو مغرور و سربلندی ایران، تو قلب خلیج فارسی. یک صدا با هم میخوریم با هم جاوید ایران همیشه. ایران جون و قلب و عشق، همه دوستش دارم همیشه. یک صدا با هم میخوریم با هم جاوید ایران همیشه. ایران جون و قلب و عشق، همه دوستش دارم. دورنگ زده. ببینم چرا عزیزم، بذار تمومش کنم. پژمان گفتش که خاکستری رو نمره ای رو با قرمز قاطی کنیم، یا که ابروباد شد. خیلی قشنگ. خیلی مخلصیم. رسیدیم به بخش اعلام نتایج شب دوم از مرحله یک چهارم نهایی خنداننده شوی سه. هیئت محترم داوران شور کردن، پاکتشون آماده کردن. قرار ما بر این بود که هیئت داوران امشب 1، 2
یا صفر نفر رو به دور بعد میتونن مستقیم بفرستن. هر کی که باقی میمونه مثل چهار نفر شب قبل میره به رأی مردمی. روش های رأی گیری رو خدمتتون خواهم گفت به طور مفصل. بچه‌ها هر کدومشون رفتن مرحله رأی مردمی برای شما توضیح خواهند داد. حرفی صحبتی اگر قبل از خوندن بیانیه‌تون دارید بفرمایید، اگر نه که بیام این پاکت رو تحویل بگیرم. چرا که ناراحتین؟ نه هر ستاتون. نه ناراحت نیست، موج میزنه ناراحتی. آقا چرا دارم میبینم ناراحت نیست. خیلی ممنون. داریم این آقای معجونی مهر نکرده. نه خیلی کار کدومتونه؟ نه اولا به نظرم یه ایده فوق العاده اون کثیف کاری که شد این بغلش این ابروبادی انگشت من خورد اون بر اومد. ببخشید مواظب انگشتت باش. آره. هر کی با توجه به نگاه خودش برداشت کنه اشکالی نداره. ایده این که دوتا رنگ با هم قاطی بشه رو یک دوستی داد که بسیار خلاقانه بود. اسم آقای پژمان جمشیدی. خوب نیست ایده؟ چرا ایده خیلی قشنگه. اجرا بنده اجرا حالا دیگه اسم نمیارم دیگه. خیلی خوب. آها اجرا کارت. خیلی خوب، میرسیم به بخش خوندن بیانیه هیئت محترم داوران از چهار اجرایی که امشب دیدیم. محمد حسین توسلی، محمد حاجی‌زاده، علی غریب و نیما سهرابی. تشویقشون کنید لطفاً. بیانیه سوزناک هیئت محترم داوران رو شروع میکنم بخوندن. امیرعلی عزیز و مخاطبان محترم، با اینکه این مرحله رضایت داوران و حتما مخاطبین را در حد توقعی که داشتند جلب نکرد، اما در نهایت هیئت داوران اینجاشو نمیخونم شایسته صعود مستقیم به مرحله بالا دانست و باقی اجراها به آرا و انتخاب مردم سپرده شد. خب با تشکر و احترام، از بین چهار اجرایی که دیدیم میخوام عرض کنم که یکی از کسانی که به مرحله رأی‌گیری مردمی رفته اسمش هست محمد حاجی‌زاده. خیلی خوشحالم استندآپ رو میذارم کنار، اینکه تونستم برای کشاورزی یه متنی آماده کنم بیام بگم. خیلی سعی کردم مشکلاتشون رو لابلها جا بدم، امیدوارم این اتفاق افتاده باشه. حالا حرفم تموم شد یه دفعه، ببخشید. چرا سخت بود و عذرخواهی میکنم اگه تماشاچی از افتادن میکروفون من اذیت شد، من عذرخواهی میکنم. یک هفته بیشتر تلاش کردن که اینو فیکس کنن. بله اونو تراشیدن ولی باید گردن منو ظاهرم میتراشیدن. من عذرخواهی میکنم، میکروفون اونطوری شد یه خورده. باز عذرخواهی میکنم عزیز دلم. خودمم که دیگه هیچی دیگه. ستاره 780، ستاره 320، مربع دکمه اوکی یا همون دکمه سبزه یا تماس بزنید ببینیم حالا رأی میاد یا نه. انشالله. دم همتون گرم عزیزم. هیچ همینجوری. و از بین سه اجرای دیگه علی غریب. علی غریب چی؟ علی غریب هم یکی از اون سه اجرا بوده که به رأی گیری مردمی رفت. مرسی. دستتون در نکنه که ممنون دیگه.
خندیدین، دست دادین، کد منم فکر می‌کنم 3 تا 80 3 تا 370 مربع. امیدوارم که در مرحله بعدی باشم و اون اتفاقی که خودم هنوز نمیدونم چیه و موزل واقعا برام اتفاق بیفته. و قول میدم اگه اتفاق نیفتاد مرحله بعدی قطعا در زندگی دیگه منو نمیبینید، چون واقعا دارم دیوانه میشم. دست بزنیم به افتخار خودتون. و از دو اجرای دیگر، بالاخره بعد از یک عمری حضور در مرحله رأی مردمی، یک بار صعود مستقیم نصیبش شد. نیما سهرابی. سلام، خیلی خوشحالم که میشه اینا رو از اول بردارید. من تا حالا نرفتم مستقیم بالا، نمیدونم چی. خیلی ممنونم از لطفتون، دمتون گرم. من تو این دو مرحله‌ای که مردم لطف کرده بودن آورده بودن حقیقتش بالا، فرصت نشده بود تشکر کنم. دم همگی گرم. من اگه روزی برم خواستگاری و پدر دختره بپرسه که به چه پشتوانه اومدی خواستگاری دختر، من میگم به پشتوانه رأی مردمی. با خیلی ممنونم. فقط خواهش میکنم که رأی به رفقای عزیزم اصلا فراموش نشه. دمتون گرم. و به این ترتیب محمد حسین توسلی به مرحله رأی‌گیری مردمی نمیره و او نفر دومی است که یعت داوران مستقیم میفرسته دوره رأی. من داشتم کدام رو حفظ میکردم بگم، ولی ممنونم ازتون، ممنونم از هیئت داوران. و فهمیدم یه جا اجرام ریپ خورد، متوجه شدم، ولی من این صحنه رو دوست دارم و قطعا و به لطف خدا درستتر و بهتر برمیگردم و اجرام میکنم. و ممنونم ازتون، دوستتون دارم. به این ترتیب از 8 اجرا در این دو شب در مرحله 1/4 نهایی، 2 نفر یعنی نیما سهرابی و محمد حسین توسلی مستقیم به دور بعد رفتن و 6 شرکت کننده به رأی گیری مردمی راه پیدا کردن. هر کدوم از دوستان کدهاشون رو برای شما اعلام کردن. شما میتونید با شماره گیری اون کد دستوری به هر فرد رأی بدید. تأکید میکنم شما به همه شرکت کننده ها، به هر اجرایی که فکر میکنید خوب بوده میتونید رای بدید، اما با یک سیم کارت به یک نفر بیشتر از یک رای نمیتونید بدید. راه های دیگر ثبت رای شما، یکیش استفاده از اپلیکیشن 780، اونجا ویدیو هم بارگذاری شده، میتونید ویدیو هم ببینید، دوباره با دقت ببینید کدومشون شایسته ترن و به بخش خنداننده شو برید و رأیتون رو ثبت کنید، یا به وبسایت خندوانه برید، آدرسی که براتون زیرنویس میشه. و راه چهارممون هم استفاده از وبسایت یا اپلیکیشن تلویبیونه که اونجا هم میتونید ویدیوها رو ببینید و هم رأیتون رو ثبت کنید. این 6 نفر به رأی شما خیلی جدی احتیاج دارن تا در نهایت از بینشون فقط 2 تای دیگه‌شون کنار نیما سهرابی و محمد حسین توسلی مرحله نیمه نهایی خنداننده شو رو برگزار کنن. از هر شب که اجرا انجام شد شما فقط 4 شب فرصت دارید که در رأی گیری شرکت کنید. بعد از شب 4 آرا دریافت آرا بسته میشن. ضمناً با هر گوشی میتونید رأی بدید، حتی گوشی های غیر هوشمند، و شرکت در این رأی گیری برای همگان رایگان است. امری فرمایشی دارید؟ عرضی ندارم، فقط خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنونم از شما. یه تشکر خیلی
قلبی از صمیم قلب از پژمان عزیزم دارم. خیلی ممنونم که در کنارمون بودی. واقعا در اوج شلوغی کار و نبودن وقت آزاد میدونم که چقدر سخت همه چی رو تونستی کنار هم بچینی که این سه شب رو در کنار هم باشیم و واقعا همون جوری که خودت گفتی به خاطر حمایت از بچه ها و پشتیبانی از اونا، حال دادن به بچه ها، کنارشون واستادن، انقدر بهشون قوت قلب میده که سعی میکنن درجه یک باشن و این خیلی تو رویشون تاثیر میذاره. حالا به غیر از این که هممون دوستت داریم، به غیر از این که تمام لحظاتی که خلق کردی برای هممون دوست داشتنی و عزیزه، دمت گرم و خواهم تشکر بکنم. خیلی ممنونم از جانب خودم و کل خنده بانم. مرسی، خیلی ممنونم. منم تشکر میکنم از شما. برای منم افتخاری بود کنار شما آقای مجنونی بودم، کیف کردم بچه ها رو دیدم، خوشحالم از آشنایی تک تکشون و براشون آرزوی موفقیت و خوشبختی دارم. همه چیز قطعا مسابقه نیست، راه درازی پیش رو دارن، ولی خب به من خیلی لذت داد کنار حضار محترم در سالن و جلوی چشم مردم بودم. با افتخار اومدم و واقعا لحظه لحظهش رو لذت بردم. برای همه این بچه هم آرزو موفقیت میکنم. مرسی. من یه جمله دیگه بگم دیگه بریم، چون باید برسی به کارت. ما قصدمون اینه که خیلی زود فراخوانش رو بگیم، یعنی اعلام همگانی بکنیم که خنداننده شوی 4 رو میخوایم شروع بکنیم، یعنی خیلی زود. آره. و میخوام ازت خواهش بکنم اگر تونستی لطفاً به عنوان 4 داور، یعنی من و حسن و جوله که هستیم، شما هم به عنوان 4 داور تشریف بیارین. شما هم که خیلی خیلی ممنونم، میدونم هستی. آقا من بستم تیمو، کست و بستم. حالا باز با من و پژمان یه حرفی زدی، آقای مجنون رو که اصلا حتی نگفتی هستن. نگفتم هستن که گفتم ما ستا که هستیم، پژمان هم اضافه میشه. همینو میگم، آقای مجنون رفت رأی مردم. عالی بود، با افتخار قربون. مخلصم آقا، عزیز، دمت گرم. ارادتمند شما. خیلی برنامه افتخار در کنار شما و اساتیدم بودم. آرزوی سلامتی هر چه زودتر هم میکنیم برای امیر مهدی ژوله و آماده میشیم تا با مردم ایران خداحافظی کنیم. به افتخار مردم عزیز ایران از جا بلند میشیم. بچه ها تشریف بیارید. مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. شما خیلی باحالین. درد و بلاتون به جونم. خیلی. نه آقا خدا نکنه. آرزو میکنم همگی در صحت و سلامت کامل، شاد، راضی و پرروزی باشید. همه آرزوهای خوب برای شما. رو به اون دوربین. 1 2 3 شاد باشید. خب بگین بفرمایید. هیچی نداریم بگیم، تموم شد. پیشون بعد برسه به 7. آره من بازم خیلی تشکر می‌کنم و درسی. آره مرسی. مرسی از لطف کردید. برو برس. و خب شما دو تا الان باید جواب بدید. چی جواب؟ چی بود؟ یک کوچولو فقط بگین که مثلا ویژگیشون چی بود که انتخاب شدن این دو نفر؟ نیما سهرابی بهترین اجرای این 8 بیشک در بالاترین و بهترین اجرای خودش هم بود، یعنی نه؟ بله عالی بود، عالی بود، اصلا شک نداشتیم، بحث نداشتیم، هممون بگم نظرمون همینه، یه جای سر ضرب درسته، بالای صد خودش بود. اگر محمد حسین توسلی؟ به این واقعیت اینه که ما توسلی رو بسیار دوست داریم. توسلی یکی از بهترین کمدین هایی که ما از تماشا کردنش لذت میبریم، از تکنیکش، از جزئیاتش، از پرداختش، متنش، تمام فراز نشیبایی که میچینه، همه چیش برامون لذت بخشه. بنابراین واقعا دوست داریم که این حمایت رو از جانب داوران داشته باشه که در مرحله بعد ببینیم. شک نداریم. فقط 2 دیگه از اون 6. آره این خیلی عجیبه و اونا خیلی مهمه. خیلی عجیبه. ای کاش اون 2
نگم. نه. اگر تو هستی خسته بزن شبکه نسیم بسی بزنه تو خنده فنه زندگی خنده داره هر ثانیه به ثانیه از ثانیه شست تفانه کچه فانیه چون فانیه تو فانیه عزیبه به خوبره میندازد بلی با اینجا اینکه خوب شه حال پاس همه بگین خنده فانه خنده فانه اینجا دلا جوانه جوانه رامان جوانه انرژی میده همیشه چند سال خنده وانه اگه گفتی بیچی نمیشه معلومه خنده وانه این طرف داره دو آتیشه بدون تو نمیشه مرسی که هستی همیشه خنده وانه مشغول تو به کار نمیدونی بکنی چی کار بخند اینه هست فن کار اینه همه هست خنده دار اینجا هست خنده وانه شیرین مثل هنده وانه گرم مثل آشکند وانه بگو بگو خنده وانه بخند خنده وانه بخند خنده وانه بخند خنده وانه بخند خنده داره بخند خنده وانه بخند خنده وانه بخند بخند خنده داره انرژی میده همیشه چند سال خنده وانه اگه گفتیم بیچی نمیشه معلومه خنده وانه انرژی میده همیشه چند سال خنده وانه اگه گفتیم بیچی نمیشه